سلام بر شما در این فراخبر. شماری از دختران دانش آموز پکتیا با عشق به خانه هایشان برگشتند. بامداد امروز هنگامی که بار دیگر اجازه ورود به مکتب هایشان را نیافتند، دست بر راه پیمایی زدند. یونیسف میگوید که 3 میلیون دختر بالاتر از صنف ششم در افغانستان از آموزش محروم شدند. چرا برخی مکاتب دختران در پکتیا باز شد و دوباره بسته شد؟ چه زمانی به این نگرانی های هر روزه نقطه پایان گذاشته خواهد شد؟ اینها و بیشتر در فراخبر. مهمانان شریک در این بحث بشیر احمد الحنفی عالم دین و خانم شاگل رضایی فعال حقوق زن با ما وصل هستند. به مهمانان عزیز سلام، به برنامه خوش آمدین. آقای الحنفی، برخی از مکتب های متوسطه و لیسه دختران در پکتیا بار دیگر برای دانش آموزان بسته شدند. این چیز را نشان میده؟ چرا این اقدام شد؟ به نظرت اول آمدن مکاتب باز شد بعد دوباره بسته شد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسته او ټول لیدونکو ته او خورته شرغلاست وایو. تر اوسه پرې د دې انګیزه معلومه نه ده چې د مکتبونو چې بندي اصلي علت به څه شي. یعنی هیچ کس نمیدونه؟ تم نه پوهېږه، زه هم نه پوهېږم، ډېر خلک نه پوهېږي. خو عموما زما په ذهن کې دوه شی راځي. هغه اول دا دی چې دا بندښت د مکتبونو یو شرعي مسله ده او که دا د یو مصلحت په اساس باندې بند شوی دی. که چیرې شرعي مسله وي، خو زه فکر نه کوم چې په شریعت کې دې داسې نصوص چا ته معلوم وي چې هغه دې د علم مخنیوی وکړي. و در هیچ جای شریعت؟ در هیچ جای شریعت داسې یو نص چې شرعي څوک نشي پیش کولی چې هغه اینکه زمان هدر میره به شریعت چه حکم داره؟ چطور؟ مثلا یک سال بیشتر شد مکاتب بسته است، حکم از این چی میتونه باشه؟ من زم ده خبر تاسف کوم قسمت اجازه راکی زده وایم که چیری ممنعات یو شرعی مسئله وی او خپل دس یو نس شرعی په قران یا په حدیث کې فقهه او په عبارتونو کې داسې نسته چې څوک د علم څخه منع سي. تاسو ګوري مخکې ما دا خبره کړې او ما قران کریم چې دوی وحي سر پر سر راغلی دی، اول اقرا راغلی دی، بیا سورۃ القلم راغلی دی. یعنی اول سر پر سر وحي راغلی دی، اول الله تعالی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل چې اقرا، دوم په قلم باندې قسم راغلی دی، نون والقلم. او تاسو پوسی چې په قلم باندې قسم الله تعالی په هرشي قسم نه اخلي، چې عزتمن یې قسم نه په اخلي، صحیح سم؟ تر ټولو جالبه دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم شفا بنت عمر، دا یو صحابیه ده، دا راوغوښتله او دې ته یې وویل چې ته زما میرمن حضرت حفصه رضی الله عنها ته لیکلو راشه، صحیح سم؟ یو له بده مرغه باید زموږ په اسلامي ټولنه کې په عمومي شکل باندې اسرائیلیات، موضوعات، افواهات تر صحیح نصوصو د دین د اسلام ډېر خپرېږي. یو حدیث دی چې مشهور په حدیث، هلکه حدیث نه دی، ضعیف دی، یو موضوع حدیث دی. هغه راغلی دی وایي لا تعلموهن الكتاب و تاسو ښځو ته خط مه وښایاست، لیکل مه وښایاست. دا حدیث موږ په اسلامي ټولنه کې منتشر شو، 200 کاله زموږ ښځې د درس او تعلیم څخه منع شولې. یو خبره د مصلحت تاخیر، هغه دا ده چې د مصلحت په کوم اساس دی هغه موږ نه پوهېږو. خو زه دا وایم چې مصلحت په شریعت کې ډېر غټ مقدم دی. ان ځینې شرعي نصوص د مصلحت په خاطر باندې هغه احکام متوقف دي، لکه مثلا د منځو نیول. دا اوس په دې په قرآن کریم کې نصوص راغلي دي، لیکن دا متوقف دی. هیڅ عالم په دنیا کې پر دې باندې فتوا نشي ورکولی چې مثلا منځ دې سړی واخلي. یا مثلا مؤلفة القلوب، دا فقهاء په دې باندې پوهېږي، دا نص متوقف دی. یا مثلا د مصلحت په خاطر باندې د قرآن کریم جمع کول و. نو زه دا وایم چې تاسو خبره وکړه چې په پکتیا کې بند شوي دي، دا دوه خبرې دي. یو خو دا دی چې د چلند چې سوی دی، مثلا امنیتي ځواکونه کړی دي، زه د دې چلند سره موافق نه یم او نه هم د مقابل طرف څخه د هغه سره موافق یم چې دوی دي په د تعلیم په موضوع کې یا په ځینې موضوعاتو کې نظام تهدید کړي. یا په بل فقهي عبارت دا ووایم چې د اطاعت د موضوع یا د چوکاټ څخه دي، ځکه مسله د اطاعت چې ده هغه مقدمه ده. په یو ښه طریقه باندې سړی کولی اعتراضشان بجاست یا نیست؟ اعتراض کول مشکل نه لري. اعتراض د چوکاټ څخه ویستل چې د هغه څخه ستونزه ایجادېږي. چه میتونه باشه چوکاټ؟ مثلا دا اوس زه مثلا یو قسم اعتراض کوم، ما مخکې تاسو ته زه مثلا وایم په یو شرعي دلیل په نصوص باندې سړی ووایي چې مثلا موږ حق راکي یا مثلا موږ تعلیم ته ځو، اما
چې د چوکار څخه کدا چار دزی کړی دی مې سینې کړی چې مکتب ته زی تر دزی باندې کې سر دا هم سینې دی اما گفتم دا طرف... که مسئولان تهدید شده و مدیران بازداشت شده زده وام شما میبینید که در رسانه‌های اجتماعی دست به دست میشه کدا سی وی چې امنیتی ځواکونه مثلا خلک تهدید کړی دم شنه دی مقابل طرف چې د اتحاد چوکار ته وزي دم شنه دی تر ټولو شالره منځلري ده موږ له بده مرغه د فرد تفرید په ور کې سوزلی ده ستونزه ده تر ګور د اساسي ده بسیار زیات تشکر روی راه میانش چی میتونست باشه متوجه به اینکه واکنش ها زیاد بوده تقریبا ما هر روز است که روی این موضوع بحث میکنیم خانم رضای شما به برنامه خوش آمدین و صحبت های آقای الحنفی را شنیدین در بود شرعی گفتن هیچ دیگه گپی نمانده دیگه حقشان است باید برشان داده شوه اما دلیلی که من سوال پرسیدم خب به دست کی است و گفته هیچ کس نمیداند پنج مکتب در شهر گردیز مرکز پکتیا و ولسوالی سمکنه این ولایت پس از یک سال هفته پیش از سوی رهبری مکتب ها و مردم محل بازگشایی شده بودند فکر میکنید چرا بسته شد و دوباره این مکاتب بسته شد بسم الله الرحمن الرحیم با سلام خدمت شما و بینندگان محترم و همچنین مهمان برنامه حاضر در بحث من فکر می‌کنم دلیلی که بسته شد برمیگرده به نوع نگاه طالبا به موضوع حضور و مشارکت زنان و تعلیم دختران این در حقیقت آنچه که در پکتیا اتفاق افتاد در تداوم آنچه که در یک سال گذشته اتفاق افتاده ما بسیار متاسف هستیم مثل که برادر گرامی توضیح کرد که توضیح داد که از لحاظ شرعی رفتن دخترها به مکتب هیچ گونه مشکل شرعی نداره ما بسیار متاسف هستیم که در جغرافیای به نام افغانستان با گذشت یک سال بخش بزرگ از جامعه افغانستان که دختران افغانستان از حق تعلیم محروم میشه و متاسفانه هیچ پاسخگویی هم در قبال از این قضیه وجود نداره و جای افتخار به اینه که در قبال این همه قضایا زنان افغانستان و به خصوص دختران افغانستان حتی در منطقه مثل پکتیا زنان افغانستان استاد شدن و برای حق خود مبارزه میکنن اما چیزی که واضحه اینه که هیچ دلیل روشنی از آدرس طالبان به مردم گفته نشده در جریان یک سال گذشته گفته شده که وقت لازم داریم زمان نیاز است تا آمادگی گرفته شود وقتی یک سال تعلیمی گذشت و سال تعلیمی دوم هم دچار مشکل شده اگر سال گذشته را ما از وسط سال در نظر بگیریم حداقل یک سال کامل شده که سال دوم تعلیمی در بر میگیره با این وضعیت ما داریم زمان را از دست میدیم در حالی که اگر دلیل شرعی وجود داره با وضاحت بیاید به مردم افغانستان بگوید در درون مردم افغانستان مسلما مثل آقای الحنفی و عالمان دینی دیگر وجود داره که به حد کافی فهم دینی داره و با استفاده از فهم دینی میتونن در یک مناظره بسیار جدی طرف را اقناع کنه اگر بحث موضوع دینی وجود نداره جای بسیار تأسفه برای یک ملت برای یک مملکت برای یک جغرافیا که در حالی که در قرن 21 کشورهای جهان داره بلندترین رتبه های علمی به دست میره و قدمه های در راستای انکشاف کشورها برداشته میشه هنوز هم بحث تعلیم دختران در افغانستان یک مسئله است و موضوع دیگر فراموش نشه آیا افغانستان تنها کشور مسلمانه ما در عربستان شاهد حضور دختران در مکتب نیستیم ما در جمهوری اسلامی ایران شاهد حضور دختران در مکتب نیستیم امارات متحده عربی یک کشور مسلمان نیست پاکستان یک کشور مسلمان نیست امریکا اندونزی یک کشور مسلمان نیست ما کشورها حتی اقل اگر ما کشورهای غیر مسلمان را در نظر نگیریم در مقایسه مصر یک کشور مسلمان نیست و کشورهای دیگر مسلمان را اگر ما در نظر بگیریم افغانستان تنها کشوری است که در اونجا در این جغرافیا تحت حاکمان طالبان تحت حاکمیت طالبان دختران از حق تعلیم محروم نگه داشته میشه ما امروز صحبت یکی از عالمان دینی را در هرات شنیدم که طالبان و مقامات طالبان را به مناظره فراخوانده و بسیار به صراحت بیان کرده که حضور دختران در مکاتب هیچ نوع مشکل شرعی نداره و اگر سوال وجود داره ما حاضر هستیم در مناظره بسته بودن دروازه مکاتب برای دختران تنها بر نمیگرده به یک سال زمان گذشت یا دو سال زمان گذشت ما در حقیقت یک نسل تا چند نسل را از پیشرفت باز می‌داریم ولی ما خوشحال هستم که حداقل دختران افغانستان دخترها در پکتیا عکس العمل نشان دادن اگر در 20 سال گذشته مجموعه استاد نشودن در قبال قضایا حساسیت نشان میدن مثل که دخترها در پکتیا امروز نشان دادن شاید حوزه های به نام جغرافی های تحت نفوذ طالب نمیتونست زمینه را برای حضور دوباره طالب در افغانستان فراهم بسازه بسیار زیاد تشکر آقای الحنفی شما به چه نتیجه میرسین؟ کلید باز شدن سراسری مکاتب در کشور به چی چیز برمیگرده؟ به بحث اقتصادی برمیگرده؟ شما مسئله شرعی را مطرح کردین مناظره برمیگرده؟ بحث های سیاسی که خانم رضایی مطرح کردن
شما یعنی مهمترین فاکتی که از این موضوع میتونین بیرون بکنین که چی است؟ یعنی چطور میشه این موضوع حل شوه؟ زه فکر کوم یو څو ابعاد لري لکه تاسو چې وویله، غالبا اقتصادي ابعاد هم لري، خو زه په دې نه یم خبر. دا باید د حکومت ویاندویان د عمارت ویاندویان په دې اړه باندې ووایي چې موږ دونه کافي پیسې لرو چې موږ نجونو ته مکتبونه خلاص کړو، کنه لور په دې خسره نه ممکن. دا هم یو سبب وي. دنیا آماده است مته گفته مصرف شمه دي، خو هغه بیا په خپل شرایطو کې. بله خبره دا ده دلته یو څه کلتوري مسله هم ده. مسله یو مثلا که موږ داسې یو اټکل وکړو چې په افغانستان کې 2% خلک د نجونو مکتبونه غواړي، اصل کې سوال دلته دا نه دی چې کلتوري اجازه ورکی کې نور کې. سوال دلته دا دی چې زموږ په ذهنونو کې دغه فکره چا اچولې ده چې ښځې د مکتب ته نه ځي. زما هدف د مکتب څخه مکتب دا نه دی چې حاصل علم دی وایي، علم من حیث هغه که هر علم وي، که دین وي، که اسلام وي، که عقیده وي، که طب وي، که انجینري وي، که پوهنتون، هر شی چې وي، زه د علم خبره کوم، یوازې د مکتب خبره نه کوم. بحث مشکل فرهنګي در آخرین مورد که گفتن این مشکل فرهنګي داره این موضوع؟ دا یو بعد دی، ځکه زه خو موږ خو د سارا خلک یو، ډېر خلک دا نه خوښوي چې خپل لور د مکتب ته واستي یا مدرسې ته، حتی ځینې کسان مدرسې ته ناست دي، ما ته چا داسمه خامخا موږ مدرسې ته هم ناست وو. دا یو شی دی زموږ په ذهنونو کې دا سوی دی. زه بلې خبره کوم، په اسلامي ټولنه کې په عموم شکل باندې ښځه چې ده هغه یو قسم مغلوبه ده. هغه په دې مثلا تاسو د میلیونو فرمان ولیدئ، هغه دا خبره در کړې وه چې ښځه په بدی کې باید سړی ورنه کړي، قتل دوه نور کړي، دغه قرباني ښځه ده. زه کله کله ملګرو ته هم زوام چې خلک ښکنځل کوي، لاولې ښځې ته کوي، ښځې ته کوي، مور یا خور مېرمن ور یادوي. صحیح ده؟ دا مثلا علم نه کوي، زده کړه نه کوي. زه دا وایم یو ښځه چې علم ونه لري، زده کړه ونه لري، دین ونه لري، موږ څونه ښځې په افغانستان کې لرو چې هغه د دین شرعي زده، دا خو واجب فرض دی. یعنی عقاید پیژندل فرض دی، عبادات پیژندل فرض دی، واجبات پیژندل فرض دی. دا ټول شان دا څونه په افغانستان کې د څونه خلکو زده دی؟ بله، د ډېر خلکو، د ډېر شوزو نزده. آقای الحنفی، چیزی که خانم رضایی گفتن و امروز عالم دینی که در هرات به مناظره خواسته، و آیا نیاز است که مناظره شود؟ که این موضوع حل شود؟ زده وایم مناظره پر دیس موضوع کیږي کنه چې تر حق بل باطلی په تعلیم کې باطل چی شته، په علم کې باطل دی، هیڅ نیاز نیست به مناظره خی. عامه په هویت ضرورت شته، عامه په هویت څنګه کېدلې سي؟ ته زه احمد محمود ګرد باید را ولاړ سو په دې باره کې علمي معلومات عامه افکار ته کار وکړل سي. رهبری امارت اسلامي مقاماتشان همه از سطوح بالا تا پایین، حالا در مورد رهبر امارت اسلامی دیدگاه روشن نیست و کسان دیگر، رئیس الوزراء، ولی کسانی که در رسانه ها صحبت میکنن میگن که مخالف آموزش نیستن. و رئیس الوزراء هم این موضوع را گفته، باید حقوق دخترها و زنها داده شود. اما پرسش اینجاست که فکر میکنید که چطور میشه امی گره باز شود؟ یعنی به دست کیست آخرش؟ دا طبعا د حکم ورکول او صلاحیت خو یوازې د مشر شیخ صاحب سره دی، علوم حفظه الله سره دی. دا خبر بالکل درسته ده چې څوک مخالف نه دی، خبر په کیفیت کې ده، سره کم لاړی سي، څنګه ولاړی سي، په کم اندازه ولاړی سي، او په کم کیفیت سره ولاړی سي. اصل کې اختلاف هم د فقها او د زموږ د علما په دازه کې راپېښ شوی دی، چې کیفیت د تاګه و تاګ د شزی، یا مثلا د شزی د علم ته تاګ د شرعي شرعان څنګه دی. زه دا وایم چې په صدر کې د اسلام، د اسلام په شروع کې شزه مسجد تتله، د اختل منځ تتله، د جمیل منځ تتله، په جګړو کې تتله صحابه کرامو سره، صحیح سو، په غزواتو کې وتلې، په بیعت کې وتلې، په بیعت کې وتلې، په اقتصاد، په بیعت عقبه رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل د حضرت خدیجه رضی الله عنها سره واده کړی، د اقتصاد په اساس باندې هغه تجاره وه. په اسلام کې درې داسې ځایونه دي چې په فقه چې دا واضح کړي دي چې پاکې ښځه مداخله نه کوي. یو لکه په حدودو کې شاهدي، هغه د دې مربوط نه کیږي، او یو مثلا رئیس جمهور کېدل، په دې کې د فقهاو یو رایه ده، او بل مثلا په مسجد کې مخته کېدل نیست. دغه درې ځای په فقه کې مشته معلوم دي چې ښځه مداخله نه کوي. نور خو ماته داسې شی نه دي معلوم، نه زه فکر کوم چې کوم فقه ته معلومه چې دا دي کې دا دي نه کې دا دي نه کې. یو بل نقطه مهمه، تا کجاها مثلا میتونن زنا دخترا شریک باشن در حکومت، در حکومت اسلامی؟ زه دا وایم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په بیعت کې، په بیعت العقبه کې، په بیعت رضوان کې شي ځوکه نه وي. الله تعالی په قران کریم کې وایي فامتحنوهن الله اعلم بإيمانهن. رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت عمر ته ولدي خلکو شذو څخه امتحان واخله، او د امتحان په اساس څه شو؟ په امتحان په اساس د بیعتو. صحیح ده؟ نو زما اساسي نقطه دا وه چې زه دا وایم چې په من حيث العموم ارتیا دا ده چې موږ
د فقهاو د مجتهدین او اراده د شزي د کار په چاپیریال کې په صحه کې داخل ګټه تشریکو یو مزاجی چلند دی د مولا یو د عالم دی او چا یو د فقه اصلي نصوص او عبارات دی دا دوه به سره خلط نسی دی او چا شخصي مزاج هغه د خپل کار دی یو د فقه او د اسلام خپل اساسات او نصوص دي او زه قطعا په دې باندې باور نه یم موږ همیش د افراط توپیر ښکاري دا مثلا زه غواړم چې تاسو په تاسو دقیق وخت مطرح کړئ غرب دومره تفریط کوي چې د ښځې څخه د تجارت حواله جوړه کړي پر شمپو هم عکس خپریږي پر ټلویزیونانو هم عکس خپریږي هدف مې د هغه څخه تجارتي اعلانات دي پر مثلا پر اخشال هم د عکس خپریږي د تجارت لپاره هغه دومره تجاوز د ښځو د ازادۍ په چوکاټ کې کړی دی موږ بیا دومره تجاوز کړی دی چې هغه موږ اصلا د شرعي حق چې علم دی هغه ته نه پرېږدو موږ دواړه غلط کو الله تعالی په قرآن کریم کې فرمایي وکذلک جعلناکم امه وسطه ای محمد صلی الله علیه وسلم امته ما تاسو منځلاري امت ګرځولي یاست نه به افراط کوي نه به تفریط کوي نو موږ باید په دې باندې پوه سو چې موږ د شریعت په چوکاټ کې په اسلامي حجاب کې په شو اصولو ولر سو ات ستونز نه است زه قطعا د دې خلاف يم چې شزي مثلا په لسرزي او نظم نه زده معنی دې خوب په شریعت او کار کې دولاړې سي علم دیو کې د زمور د ټولین پر مختګ دی بسیار زیات تشکر خانم رضایی یک بار وقتی مکاتب سال پیش بسته شد دخترها شمارشان گریه کردند شمارشان از ناامیدیشان سخن گفتند و شمارشان از سرنوشت نامعلوم آینده ایشان گفتند و هنوزم میگن و بار دیگه که مثلا در پکتیا امروز اتفاق افتاد دیدیم تصویری که اشک داشتن از ناامیدی سخن میگفتن شما واکنش های جامعه را چطور دریافتین در یک شرایطی که حالا افغانستان تحت حاکمیت امارت اسلامی است پیامش چی میتونه باشه برای مردم برای حکومت سرپرست و جهانی که در اون طرف خب امارت اسلامی هم میخواد تعامل داشته باشه من فکر کنم پیام از این بسیار واضحه که افغانستان یک کشور کاملا منزوی شده مردم افغانستان هر کدام هر خانه در ملت افغانستان در جریان 20 سال گذشته حداقل دختری در حد صنف 7 صنف 8 تا صنف 10 یا دختری که در فاکولته میرفت یا پانتون میرفت داشت بنابراین این رنج را که امروز از گریه که در چشمان دختر پکتیا ما شاهد بودیم یا چند قبل در بامیان و نقاط دیگر این در حقیقت اشک چشم هر فامیل در افغانستان است چون هر کسی بالاخره امید به آینده دختران خود داشت در قبال افکار عمومی داخل افغانستان در قبال جهان معلوم دار از افغانستان یک جغرافیای کاملا جداگانه و منزوی ساخته شده دیوارهای در اطراف افغانستان گرفته شده که یک جغرافیای کاملا یک تافته جدا بافته از جهان تلقی شود به هیچ اصلی که در جهان معتقد وجود داره یا به عنوان اصول مشترک حداقل مثلا وقتی بحث تعلیم در نظر میگیریم تعلیم با کیفیت از نظر جهانی این جزء اهداف توسعه پایدار است در توسعه پایدار یکی از مسائلی که سر از او تاکید صورت میگیرد دسترسی همه به تعلیم و تعلیم با کیفیت است متاسفانه افغانستان کاملا در یک جغرافیای کاملا منزوی قرار گرفته بحث اصلی سر اینه که ما از کدام مفکوره نمایندگی صورت میگیرد بحث منع تعلیم دختران بحث خانه نشین ساختن دختران نمایندگی از فرهنگ افغانستان داره که نه خیر نمایندگی از شریعت داره نه خیر نمایندگی است کی داره بالاخره آیا ملت افغانستان میخواد دخترانش محروم باشه اشک در چشمانش باشه نه خیر این نمایندگی ملت افغانستان را نمیکنه خانم رضایی همین موضوع فکر میکنید چه نفعی به امارت اسلامی میرسانه با توجه به اینکه شما بحث‌های سیاسی را مطرح کردین ولی امارت اسلامی خواسته هایی داره میخواد با جهان همواره گفته که روابط نیک میخواهیم با کشورها همونطور کشورهای جهان تا کشورهای اسلامی واکنش نشان دادن در قبال مکتب ها کشورهای جهان و کشورهای اسلامی وقتی واکنش نشان میدهن از طرف دیگر طالبان میگن ما روابط مناسبات خوب میخواهیم با جهان داشته باشیم ما بحث اینه که این در حقیقت بحث به گروگان گرفتن حقوق شهروندی در بدل امتیازاتی که باید از جهان گرفته شود اگر بسیار واضح گپ بزنیم واقعیت میه یعنی طالبان میخواهند که در بدل حقوقی که اگر به دختران افغانستان داده میشه در قبال از این حداقل جهان یک سری اقداماتی داشته باشه زاویه دید به می شکل دیده میشه ولی اختلافات درون طالبان را در قضیه تعلیم دختران هم نمیتونیم نادیده بگیریم و فراموش نکنیم که بحث اصلی اگر طالبان به عنوان مدعیان حاکمیت داری در افغانستان هستند خود را حکومت تلقی میکنند حکومت یک سری الزامات وظایف در قبال شهروندان دارد یک از حقوق اساسی که برای یک شهروند پذیرفته شده در جهان امروز بحث تعلیم است
وقتی حق تعلیم از دخترها گرفته میشه، این حق تعلیم را ما پیوند میدیم به این که جهان با ما چگونه برخورد میکنه. ما فکر نمی‌کنم یک اشتباه محض، نوع نگاه حاکمان را به حکومت داری نشان میدن، نوع نگاه حاکمان را نسبت به حقوق شهروندی نشان میده و بسیار مایه تاسف بر ملت افغانستان. ما میخوایم تاکید کنم که دردی که امروز دختران افغانستان از نبود تعلیم و بسته بودن مکاتب میکشه، این درد تک تک خانه های ملت افغانستان که در هر گوشه افغانستان از این رنج میبره. نقطه دیگر فراموش نشوه اینه که ما به خاطر داریم وقتی زلزله صورت گرفت در یکی از ولایات افغانستان، به خاطر رسیدگی به آسیب دیدگان زلزله دکتر زن نبود. ما چند سال دیگر میخواییم که افغانستان را عقب نگه داریم که در روز حادثه دکتر زن نباشد تا رسیدگی بکنه به یک بیمار زن. این من فکر کنم مشکل بسیار عمیق‌تره و این مشکل عمیق‌تر نمیشه که با یک بحث یا مثلا حتی با یک مناظره حل کرد، بلکه بر اینه که یک مقدار طرز تفکری که از اون نمایندگی صورت میگیره باید جدا تجدید نظر صورت بگیره. در غیر از او ما از افغانستان یک جغرافیای کاملا متوحش، یک جغرافیایی که در او هیچ نوع اصول دو حاکم نیست، از او جغرافیا ساخته و در حقیقت یک دیواری که به عنوان یک تافته جدا بافته از جهان عمل کنه و این به سود افغانستان نیست، حتی به سود طالبان هم نیست. به سود طالبان هم این نمیتونه باشه که وقتی نوع نگاه طالبان ایه که با جهان تعامل داشته باشه، وقتی نوع نگاهش ایه که ملت افغانستان نمایندگی کنه، وقتی نوع نگاه میخواد به این شکل تعریف کنه که ما به عنوان حاکمان افغانستان از مفکوره که ملت افغانستان نمایندگی میکنه نمایندگی میکنیم، در کجای ملت افغانستان، مفکوره ملت افغانستان ممانعت تعلیم دخترانه؟ در کجای سنت، در کجای فرهنگ، در کجای سیاست، حتی در کجای شریعت؟ اینا من فکر نم که ممانعت هایی که حتی به سود طالبان هم نمیتونه باشه. اما طالبان تصور ما از بیرون اینه که به یک موضوع گیر ماندن، تناقضاتی که میان سطوح مختلفه طالبان، چی کسایی که در صفوف و چی کسایی که در سطح رهبری قرار داره، چی کسایی که در نهادهای حکومتی فعلا جایگزین شدن، یک سری اختلافات میان اینها وجود داره و به یک شکلی چون در جریان 20 سال گذشته به نام دین، به نام شریعت همه را به سنگرها کشاندن، آلی به یک موزل گیر ماندن که چطور توجیه کنه حضور دختران را. چون اکثرا مجموعه هایی که این دیدگاه ها را مطرح میکنه فهم دینی لازم را هم نداره و سبب میشه که معلومات دقیق را نتانند. بسیار زیاد تشکر. آقای الحنفی، در سرانجام کار فکر میکنید چه زمانی از این وضعیت بیرون میشیم؟ دوامدار بودن همین موضوع بحث مکاتب دخترها آیا به نفع است، به ضرر است؟ زبا در قصد مخی خبر در توکم گواری ما مخکیم دا خبر کړی و دا د ښځو تعلیم چې دی حق چې دی، غیر دی چې دا یو غربي غوښتنه ده یا د اروپا خلک زموږ څخه غواړي، دا زموږ د ولس یو غوښتنه ده. زه یوې خبرې ته غواړم چې اشاره وکړم، دا زما مشوره ګڼې یا نظره ګڼې، هر څه چې ګڼې زه دا خبر کوم چې د دې دپاره چې دا موضوع د نظام لپاره یو تهدید شي، غرب اوس په دې باندې اخته دی چې د نجونو ته آنلاین درسونه شروع کړي او د اروپا د ښه مکتبونو څخه دوی ته اسنادونه ورته ورکړي او په دې کار باندې اخته ده. اوس د امریکا استازیه د ښځو دپاره رینا میري چې تاسو ورته وایست، هغه په اندونیزیا او مالیزیا کې ګرځي دپاره چې د نجونو د مکتبونو لپاره لاره پرانیزي. زه دا خبره کوم که چیرې دا پروسه پیل سي، بیا به موږ به دا نجونو ته وایو چې تاسو راسي مکتب ووایست دوی بینوایي، یعنی موږ به را غواړو مکتبونه مورته خلاص کړي چې راسي بیا دوی بینو، ځکه دوی سره د دنیا تر ټولو د اعلی مکتبونو شهادتنامې دي. نو زه دا خبره کوم د دې په مکتبونو په خلاصولو کې زما په نظر مصلحت دی، شګنه ده زموږ ولس دی ستونزې څخه راوځي. زه یو خبر کوم، زموږ په قرآن کریم کې یو آیت شریف دی، الله تعالی فرمایي ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، وای کله چې یو انسان دی یو انسان ژوند وژغوري، هغه داسې دی لکه ټول انسانات چې ژوند ژغورلی. زموږ خلک داسې فکر کوي لکه دا ژغورل چې داسې یو سړی په اوبو کې غرق کیږي تی راوباسي نو ته انسانیت وژغوري، یا په اور کې سوځل کیږي تی دغه کې تی وژغوري نو ته انسانیت وژغوري. زما سره سوال دی که یو شزر اولاړه سی یو ډاکټره د یو حاملدار شې ژوند وژغوري، دا تر دې لاندې ناراضي د خپل طب مسله ده، یا په کورونا مړ کې شته دوا ورته ورکي ژوند دی وژغوري، دا تر دې مستقلا نه ناراضي، یا مثلا سرطان د کانسر د ناروغي څخه وژغوري، دا تر دې آیات لاندې ناراضي. موږ په هر برخه دا اوس پولیس ته ضرورت نشته، پولیس مثلا که د شته شې پولیس غواړي، یا یو بل خبر درته کوم، اوس مثلا خو ته نه خپل ته راګرله په کور کې عمله وکړه، یو سل دانی 15 دانی شې پولیس واره لیا د شې ژوند دی وژغوري، دا تر دې اهت لاندې. اگر به یک جمله کوتا جمع بندی بکنین، پیشنهاد شما به یک جمله چی است؟ زه دا وایم خیلی کوتا، دین هم دا وای، ولسم دا وای، مصلحت شرعی هم دا وای،
زموږ د اسلام عمومي نصوص او فهم د اسلام هم دا وایي چې موږ باید د علم درازي خلاص کړو په خپلو شرایطو بسیار خپلو ضوابطو. تشکر آقای الحنفی و خانم رضایی، از حضور شما سپاسگزارم. رسیدیم به پایان فراخبر.